تأخیر شروع به حرکت و مرده را رفتن تو سربالایی به خاطر موتور ضعیفشونه. این موتورها برای این اتاق ساخته نشدن و فقط جهت اقتصادی بودن ساخته شدن. خاطره خوش آذرهای شیسیلن را از یاد نبریم که خیلی خوب بدنه سنگینش تکون میدادن و ماشین حرکت میکرد. اما تو این مدل ها با ورود موتورهای جی دی آی تزریق مستقیم باعث شده که در نبود بنزین مناسب این موتورها سریعا کیفیت خودشون از دست بدن، وارد فاز ناک زدن بشن. بنزین معمولی باعث میشه که سریعا این موتورها تواناییش کاهش پیدا کنه. ضمن اینکه تأخیر پدال در این مدل ها خیلی مشهود و همش ماشین در حالت اکونومیه و اصلا چیزی به اسم لذت سواری نداره و همش مرده راه رفته میشه، یعنی ماشین عملکرد ضعیفی به پدال داره و خیلی سعی میکنه، یعنی شما رو مجبور میکنه که همیشه رو مود اسپورت برید. با انجام ریمپش دیگه اون قضیه بنزین بی کیفیت به حداقل خودش میرسه، مخصوصا بنزین شهرستان ها، و کوپ پدالش هم کمتر میشه. ضمن اینکه آپدیت گیرباکس کمک میکنه که این موتور سریعتر معکوس بده و از دام تنبلیش زودتر نجات پیدا کنه. پس ریمپ برای این ماشینا حتما توصیه میشه. بحث سوخت مهمترین مقوله است برای این ماشینا.